سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیزم، وقتتون بخیر باشه. بچه اومدیم که امروز همه چی رو بررسی کنیم. سوالاتتون رو دریافت کردم، همه اونا رو جواب میدیم. راجع به ترمیم، راجع به کلی چیزای دیگه پرسیده بودید، انتخاب رشته ها، رسیدن برای کنکور. لطفاً این ویدیو رو تا آخر ببین، چون مطمئن باش به دردت میخوره. از اون ویدیوهایی که هم انگیزشی توش هست، هم به قول معروف خبرها رو پوشش میدیم، هم یه سری موارد رو آشکار میکنیم. همشون رو توی یه دونه ویدیو دیگه میخوام براتون ضبط بکنم که دیگه طولانی نشه. اول یه 4-5 تا سوال پرسیده بودید، شاید سوال شما باشه که یه جورایی بعضی هاشون خیلی توضیحشون طولانیه. گفته که من خیلی میترسم از اینکه فرصت ترمیم معدل رو ندن و یه تحقیق بکن. بچه ها ترمیم معدل اگه بیاد به نظرتون فضا همینطور میمونه؟ جامعه کنکوری اصلا میترکه، یعنی اینقدر خبرش بمب میشه اصلا میترکه جامعه کنکوری. الان نه سایت بازه، سال پیش هم تازه فروردین ما اواسط تا اواخر فروردین ثبت نام شروع شد، هنوزم شیوه نامه اصلا نیومده و اون چیزی هم که هست مال پارساله. کسایی که من گفتم، کسایی که اولین بارشونه میخوان ترمیم بدن، برن از آموزش پرورش بپرسن. سایت باز نیست، برن بپرسن. و حتما این پیشنهاد نیست، حتما برن بپرسن که پیگیری هم بکنن. ولی برای کسایی که ترمیم مجدد دارن، برای کسایی که میخوان در واقع دیپلمشون ناقص ترمیم بکنن، باید منتظر بمونن. حالا چرا اونایی که ترمیمشون اول برن بپرسن؟ برن یه از شرایط اطلاع پیدا بکنن، وگرنه اینطور نیست ترمیم اونا متفاوت باشه. ثبت نام یه جا انجام میشه، سایت که باز بشه همه با هم ثبت نام میکنن. اصلا اینطور نیستش که اون جداست این جدا، نه، باید منتظر بمونید برای ترمیم مجدد. ثبت نامش که 100% میره برای در واقع فروردین ماه و شیوه نامه دیگه باید قبل از اسفند، قبل از فروردین بیاد دیگه. ما منتظر این مورد هم هستیم. هر موقع بیاد ویدیوشو براتون ضبط میکنم، نگران نباشید، هر روز پیگیری میکنم براتون. نکته بعدی، آره همون راجع به ترمیم بود. آها یه نکته رو میخواستم بهتون بگم، یه چیزی رو آماده کرده بودم براتون. بچه ها طرف میگه برای کنکور بخونم از الان قبولم یا نه، به نظرتون چه جوابی باید داد؟ باید گفت که نه، آره، بستگی به کنکورت داره، بستگی به خودت داره. بچه ها ببینید، اصلا این سختی ادامه مسیر رو بذار کنار. مثلا من بیام میخوام اینو اصلاح بکنم، اینو بکنم بذارم اینجا با چسب بچسبونم، خب خیلی سخته، نمیشه اصلا از اینجا بیاد اینجا، چون اصلا جا نداره. ولی میگم میخوام انجامش بدم، به جای اینکه من بیام فکر بکنم خدایا این انجام نمیشه، ولش کن. بعد احتمال مثلا 70% انجام میشه، خوبم در میادا، نه نمیشه. چجوریه به نظر الان میتونم این کارو کنم؟ بچه ها وقتی که میخواید یه کاری رو انجام بدید و اون کار برای شما خوب هستش، قبلا راجبش تحقیق کردی، فکر کردی، همه چی اوکیه، دیگه نباید فکر کنی. از یه جایی به بعد فقط باید عمل کنی، از یه جایی به بعد فقط باید عمل کنی. الان موعد عمل برای شما برای کنکور، و وقتی هم که کنکور رو استارت میزنی نگاهی تعداد صفحاتش نکن عزیز من. بابا هر جا رسیدی تو بخون، تو اگه بخونی با قدرت انگیزه خوب داشته باشی، حس خوب داشته باشی. آقا گیریم مثلا تا باید 500 صفحه میخوندی، تا صفحه 200 رسیدی، میری 40% میزنی. اما اگه هی نگاهی صفحاتش بکنی 10% هم نمیزنی. خب 40% خوبه یا 10%؟ طبیعتاً 40%. خب پس چیزی که میخوام بهتون بگم اینه بچه ها، اصلا خودتون رو درگیر حاشیه ها، افکار ذهنی، چه میدونم درگیری هایی که میاد توی ذهنتون، حرفایی که اون زده، این زده، دوست زده، فامیل زده، خانواده زده، ناامیدی هایی که داری نکن. یه لحظه بیا بیرون از خودت، یه لحظه از خودت بیا بیرون، ببین که داری چی کار میکنی، چه اصلا این همه استرس من برای چیه، چرا دارم استرس تحمل میکنم، به چه دلیل، اصلا برای چی استرس رو توی خودم نگه داشتم؟ من که دارم تلاشمو میکنم، من که دارم کارمو میکنم، من که مسیر درست رو دارم میرم، پس چرا استرس دارم؟ ما گفتیم دو تا استرس داریم، استرس های خوب مثبت و استرس های منفی. استرس های خوب در جای خودش مناسبه، ولی 99% شماها فقط استرس های منفی دارید. برای چی؟
من مثلا میام این گوشی رو تهیه میکنم یا مومو میزنم بالا خراب میشه میام این گوشی رو تهیه میکنم عاشق گوشی هم خوشحال دیگه بالاتر از گوشی نداریم، یعنی از نظر من بخواد یه هدیه خوشحال بکنه لوازم دیجیتالی. خب میام میگم که خب اینو خریدم خب و 3 روز خوشحالیش با هم میمونه، بعدش هم حس خوب میده ولی 3 روز خوشحالیش میمونه. پس چرا من باید یه استرس یا حال بد رو که باید 1 دقیقه بمونه 1 ماه نگهش میدارم؟ به چه دلیل؟ چرا دوست داریم ما استرس داشته باشیم؟ بی خیال، کنسلش کن استرسو. تو که داری مسیر درست تو میری پس خوشحال باش. وقتی خوشحال باشی، وقتی مسیر تو درست میری، وقتی تلاش تو میکنی، خدا میگه این امیدواره. امید داشتن یکی از راههای گرفتن نعمت از خداست. میگه خدایا من به تو امیدوارم و به خودم. قشنگ کارتو انجام میدی، چه توی دوره کنکور، چه توی مهاجرته، چه توی استخدامی، چه توی مصاحبه، چه توی خریدن یه وسیله. اصلا نیازی نیستش که درگیر بکنی، بمباران ذهنی بکنی افکارتو. یه 2 دقیقه ریلکس شو. اگه هر مشکلی داری همین الان 2 دقیقه ریلکس، ریلکس و اوکی من این کار رو انجام میدم. سختی نداره. همین یه جمله راحتی که میگی انرژی شاید 4-5 روزتون مداوم برای درس خوندن تعمیم میکنه. پس نگران چیزهایی که اولا اتفاق نیفتاده نباش، چون تو داری کارتو درست انجام میدی عزیز من. نگران نباش. خب بریم یه نکته رو براتون بگم. این تداخل ترمیم معدل 11 و 12 بچه ها فشرده میشه. قبلا ویدیوش رو ضبط کرده بودم. فشرده میشه سال آینده، یعنی مثلا به این صورته که شما یه روز 12 میدی و روز بعدی 11 یا توی همون روزه، ولی امتحانات تو هم نمیان. اوکی؟ امتحانات تو هم نمیان چون تایم و زمانشون تغییر پیدا میکنه توسط مکاتبه سنجش با آموزش پرورش و اینطور نمیمونه. خب چون فعلا 11 جزء دروس ترمیمی نیست، کسی هم مصوبه و بخشنامه‌ای نداده دربارش، پس نگران این مورد نباشید. ولی فشرده میشه، یعنی شما مثلا امتحانو میدی ممکن روز بعد 2 تا امتحان داشته باشی پشت سر هم، اون روز 2 تا امتحان داشته باشی، روز سوم 1 دونه، روز چهارم 2 تا. فشرده میشه ولی تو هم نمیره و تداخلی هم براش ایجاد نمیشه. خب این یه سری مواردی بود که باید خدمتتون عرض می‌کردم برای کنکور، برای انتخاب رشته فرهنگیان هم. بچه‌ها میتونید پیام بزنید برای پیش ثبت نام. یه چند تا دیگه ظرفیت باز کردیم. اگر زبان هستی پیام بزن که من پیوی تو نگه دارم. و بچه‌ها صحبت هم مونده، فقط این وسط دارم اینو میگم. پیام بزن که پیوی تو نگه دارم، زمانی که دفترچه بیاد اون موقع کارتو راه میندازم و میتونی ثبت نام تو تکمیل بکنی، چون زبان خیلی ریسکیه از قبل پیش ثبت نام کنیم. ولی بچهای تجربی در واقع انسانی و ریاضی میتونن پیام بزنن. 3 نفر فقط ظرفیت باز کردیم. آیدی تلگرام و چنلمون رو توی دیسکریپشن میذاریم، حالا توی دیسکریپشن نه توی کامنت ها پینش میکنم براتون، که میتونید وارد چنل بشید و توی توضیحات چنل آیدیم هستش پیام بزن. خب برای انتخاب رشته فرهنگیان احتمالاً دیگه باید بیاد این هفته. به خدا اینقدر پیگیری کردیم همه گفتن میاد، حالا ما منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته، که به احتمال زیاد باز میفته برای هفته آینده. ولی خیلی روی این جمعه حساسم، میگم نکنه این جمعه بیاد که همه بچه ها دارن استراحت میکنن، یه استرسی هم سنجش بخواد با اذیت کردن به بچه ها وارد کنه. خب بریم سراغ مورد و نکته بعدی. بچه ها ببینید، ما تا کنکور چند ماه داریم؟ ما تا اردیبهشت ماه 1 ماه و 10-20 روز داریم، درسته؟ 1 ماه و 15 روز داریم. تا کنکور تیر ما که شرایط خیلی بهتره، تقریبا 3 ماه و 10 روز رو داریم. که اینطور نباشید که بگید من فقط میخوام اردیبهشت رو ثبت نام کنم. کاری ندارم با فرهنگیان، چه فرهنگیان بخوای چه سراسری، تیر ماه رو اگر شرکت کنی مطمئن باش که بعداً ازم تشکر خواهی کرد. اصلا شرایط برات بهتر میشه. شاید نشد فرهنگیان، شاید اصلا وسط کار خدای نکرده رد شدی، شاید مصاحبه رد شدی، شاید رشته‌ای که میخوای توی لیست انتخاب رشته ها نبود، شاید اصلا شهرت ظرفیت نداشت. تیر ماه رو از الان برنامه داشته باش که شرکت بکنی. این نصیحت رو بهت میکنم،
برای بار شاید 15 همه دارم توی این ویدیوها میگم تیر ماه رو هم شرکت بکنید، به نفعتون خواهد بود. الان کسایی که تیر ماه میخوان شرکت کنن و فقط هدفشون تیره، اردیبهشت هم هستا، هدفشون هدف اصلیشون اینه که دوتا کنکور رو بدن راحت، نه دغدغه فرهنگیان رو دارن، نه دغدغه انتخاب رشته قبلش رو دارن، نه مصاحبه. میگن آقا من میخوام مثلا برم دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه های روزانه فلان که بعدش مهاجرت کنم، استخدام بشم، یه ورژن جدید از خودم بسازم. اون نظر رو داره و خیلی راحت ترن خب طبیعتا نسبت به بچه‌هایی که فرهنگیان میخوان، چون دغدغه ذهنی بچه‌هایی که فرهنگیان میخوان خیلی رفته بالا، خیلی، و اصلا خیلی سخت داره درست میشه. اوکی، در هر صورت یه سری توضیحات رو دادیم، حرفا رو زدیم. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید. دم شما گرم. یا علی.